یک سازمان حقوق بشری از افزایش برخوردهای تند حکومتی و اجتماعی علیه مهاجران افغانستانی در ایران هشدار داده است. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. سازمان هنگاو در بیانیه‌ای برخورد با مهاجران افغانستانی در ایران را فاجعه بار توصیف کرده است. این سازمان گفته که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی علیه افغانستانی‌ها، چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی، در فضای ایران قابل مشاهده بوده است. در این بیانیه از مواردی از جمله اخراج مهاجران افغانستانی و محدودیت‌های اقامتی به عنوان آپارتاید یاد شده و از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواسته شده است تا به این بحران توجه کنند. این سازمان وضعیت حقوق بشری تحت سلطه طالبان در افغانستان را اسفبار توصیف کرده و گفته از عدم رعایت حداقل حقوق بشری مهاجران و نفرت پراکنی اجتماعی در ایران احساس خطر می کند. این بیانیه همچنین گفته بسیاری از مهاجران افغانستانی با وجود سالها زندگی و کار در ایران در چندین استان اجازه اقامت ندارند. هنگاو می گوید ادامه این وضعیت می تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود. یافته های این سازمان همچنین نشان می دهد که در 7 ماه گذشته دست کم 25 زندانی افغانستانی در زندان های ایران اعدام شدند.